بسم الله الرحمن الرحیم محور بحث ما بررسی جایگاه اسلام از منظر تورات و زبور و انجیل و قرآن هست و سایر کتابهایی که به انبیای سابق نسبت داده شده است. قبل از ورود به اصل موضوع عرض کنم که تورات موجود هم عملا مشخصه و هم قرآن کریم تصریح کرده تورات واقعی نیست. بخش اعظم تورات موجود تحریف شده، از بین رفته. بنده در این زمینه تحقیقاتی دارم و کتابی نوشتم، ثابت کردم چه مقدار تحریف شده، چه مقدار مونده طبق مستندات یهود و اسلام. عرض کردم که تورات واقعی نیست، انجیل هم انجیل حضرت عیسی نیست، انجیل یوحناست، انجیل مرقسه، انجیل لوقاست، انجیل متاست، انجیل عیسی نداریم یا انجیل برناباست. پس بنابراین این نکته در مقدمه بیان بشه که منظور ما از تورات و انجیل و زبور اصل تورات، تورات اصل، انجیل اصل، زبور اصل. از این نظر ما مجبوریم اون بخش از تورات که تحریف نشده از کجا میدانیم تحریف نشده؟ مطابق قرآنه. ما از منظر قرآن به کتابهای آسمانی نگاه میکنیم، میبینیم این قسمت از تورات در قرآن هست، مثل سوره یوسف خیلی سالم مونده، شاید 10% تحریف شده. 90% سوره یوسف تورات با سوره یوسف قرآن مطابقه. بنابراین هر وقت ما از این کتاب‌های سابق نام میبریم، اون مقداری که با قرآن منطبق هست. خب بریم دنبال اصل موضوع. انبیای سابق نبوتشون موقتی بوده، طرفدارانشون متعصب بودن. وقتی که اسلام نازل شد بنا بوده طبق نص صریح تورات موجود تحریف شده و اصل تورات در سفر تکوین یا سفر پیدایش باب 17 و سفر تثنیه باب 18 آیه 18 به بعد صریحا گفته از پیغمبر اسلام نام برده به نام معد، معد که محمد میشه، و 12 رئیس از اولاد اسماعیل که 12 امامه، باید از او اطاعت کنید. اما رها کردن دین، انتخاب دین بعدی برای یهودیان سنگین بود. با وجود این همه آیات در تورات و همچنین مسیحی ها در انجیل متا، متای موجود، ببخشید، انجیل یوحنا، انجیل یوحنا، تکرار میکنم، باب 14، باب 15، باب 16 تصریح کرده من میروم، روح راستی می آید، فارقلیتوس می آید، از او اطاعت کنید. ما در این زمینه کتاب نوشتیم، عده زیادی ادعا کردن فارقلیتوس منم، محمد منم، و آبروشون رفت. در حالی که خود مشخصات پیغمبر اسلام از بنی اسماعیل، همه یهودیان قبول دارن پیغمبر اسلام از بنی اسماعیل، نه از بنی اسرائیل. پس بنابراین برگردیم به اصل موضوع. انبیای سابق از دنیا رفتن، طرفدارانشون تعصب باعث شد با آمدن اسلام تابع اسلام نشدن، از باب حسادت. از رسول خدا پرسیدن یا رسول الله چرا یهود شما را قبول نمی کنه؟ فرمود انبیای سابق مانند کارگران روزمزد و چند روزه چند هفتهی بودن، آمدن نبوت کردن منقرض شدن. ولی چون خداوند متعال منو انتخاب کرده تا روز قیامت نبوت جهانی مال من بشه، پیروان انبیای سابق حسادت میکنن که چرا پیغمبر اسلام تا روز قیامت حاکم بشه و اولاد پیغمبر، اولاد دختری پیغمبر، اما ما منقرض بشویم. علت مخالفت یهود و نصارا با پیغمبر اسلام طبق نص صریح قرآن این است که حسادت میکنن. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله و
وقد آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه و آتینا هم ملکن عظیما. قرآن کریم در سوره نساء آیه 54 میفرماید آل ابراهیم براشون کتاب آمده، سنت آمده و ملک عظیم، و این مطلب موجب حسادت یهود شد. اما خود یهودیان که مسلمان شدن صریح گفتن، رفتن پیش عمر بن عبدالعزیز گفتن علت این که ما مسلمان نمی شدیم الان مسلمان شدیم به این دلیل بوده که کراماتی که داشتیم همه از بین رفت، پیغمبر اسلام آمد قصه های شبانه ما از بین رفت، اسرائیلیات از بین رفت، یوسف تاریخ بود از دست ما رفت، سلیمان تاریخ بود از دست ما رفت، پیغمبر اسلام هم فرموده بود از دست نرفته، شما مسلمان بشوید من حافظ همه اونها هستم، اما در این حال زیر بار نرفتن. پس بنابراین علت مخالفت یهود و نصارا با پیغمبر اسلام این بود، چرا نبوت از خاندان بنی اسرائیل برود ولی در خاندان بنی اسماعیل الی یوم القیامه بماند. بنابراین در اسلام انگیزه برای مخالفت و جنگ با یهود نیست، در اسلام زمینه جنگ با نصارا نیست. پیغمبر اسلام فرموده، خداوند متعال به من دستور داده اگر یهود و نصارا با شما کاری ندارن جزیه و مالیات بگیرید در کنار اسلام بمانند. پس مطلب ما اینجا تمام بشه، انبیای سابق هرچه آوردن پیش ما مسلمین محترمه، متاسفانه آنچه که پیغمبر ما آورده پیش یهود و نصارا محترم نیست. اما نکته بالاتر، پیغمبر فرموده اگر اینا راست میگن فقط مرا قبول ندارن، اگر این رو راست میگن برن مکه، برن حج، حج مال ابراهیمه، مکه مال ابراهیمه، ابراهیم جد حضرت موسی است، یهودیان تابع موسی هستند، موسی هم در تورات آورده که من نوه ابراهیم هستم، نهایت احترام به ابراهیم قائلن. اگر یهودیان راست میگن فقط پیغمبر اسلام را قبول ندارن، اقلا حضرت ابراهیم را قبول کنن که جد خودشونه، دین ابراهیمی دارن. اینها آنقدر حسودن، حتی ابراهیمی که اسم شریفش آغاز تورات چندین بار تکرار شده در سفر تکوین، حج ابراهیمی را ندارن. در تورات ساخت کعبه توسط ابراهیم را کندن انداختن بیرون. در تورات اصلا چیزی به نام کعبه نیست، چیزی به نام ابراهیم کعبه را ساخت نیست، مقام ابراهیم نیست، عرفات نیست، مشعر نیست. حتی آنقدر خیانت کردن به تورات، خود یهودیان آیه میگه اسماعیل ذبیح در سفر تکوین باب 17، اما اضافه کردن نه اسحاق ذبیح. حاضر شدن کتاب آسمانی پیغمبر خودشون را تحریف بکنن اما زیر بار اسلام نروند. عرضم اینجا تمام شد. اسلام مؤید و مصدق کل انبیاست. متاسفانه پیروان انبیای سابق پیغمبر ما را تایید نکردند و در فضای کفر باقی ماندند. اسلام گفته است ما تا روز قیامت از طریق منطق جادل هم بالتی هی احسن. راه برخورد ما با یهود و نصارا همینه که میبینید، با حرف خواهیم زد، از تورات انجیل مدرک خواهیم آورد که اونها باید تسلیم اسلام بشوند طبق منطق تورات انجیل خودشون. ولا حول ولا قوة الا بالله.